بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و مهرورز و درود و سلام خدا بر آخرین پیامبرش محمد مصطفی و درود و سلام خدا بر زنان، فرزندان، خیشاوندان و یاران رسول الله. بار الها ما را به راه راست هدایت فرما، به تو پناه میبریم از شر نفسمان و از شر کارهای بدی که انجام دادیم، به تو پناه میبریم از شر شیطان و دامهایی که شیطان برای گمراه کردن انسان پهن میکند. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه صحبت دوریزمون در مورد حدیث شناسی بود که اهل سنت حدیث و به سه دسته تقسیم میکنن: حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، و هر کدام بر اساس یک شرایطی که داره در این بند قرار میگیرد، یا بند حدیث صحیح هست یا ضعیف هست یا حسن هست. و گفتیم که در نزد شیعه هم احادیث به چهار دسته تقسیم کرده بودن: حدیث صحیح و موثق و حسن و ضعیف، و هر کدام که تعریف خاص خودشو داشت. بعد به این موضوع پرداختیم که اهل سنت مؤسسین و بانیان علوم اسلامی هستند، چه در علم تفسیر، چه در علم حدیث، در علم فقه، علم اصول فقه و باقی علومی که نیازمند هست و از جمله علوم اسلامی است. اهل سنت بانیان این علوم هستند و علم حدیث هم یکی از علمهایی است که اهل سنت بانیان آن بودند. و دیدیم که به اعتراف علمای امامیه، اصطلاحات یعنی تقسیم کردن حدیث به درجات مختلف قرن ششم یا هفتم در نزد شیعه رواج پیدا میکنه و اولین تألیفی که در کتب رجالی میشم در قرن دهم میشه، یعنی خیلی دیر هست و دلالت بر این میده که حدیث با اینکه اساس فکر امامیه هست اما به آن دقت و توجهی نشده. تا اینجا رسیدیم که خب حالا امامیه هم اومدن این اصطلاحات رو به کار بردند و کتاب هایی در این مورد نوشتند، علت و حکمتش هم بیان کردند که چرا حالا این سلسله سند و که حدثنی فلان از فلان تا میرسه به امام معصوم، چرا در نزد شیعه به این الان اهمیت میدن. ببینیم که حر عاملی در این مورد چی میگوید. صفحه لپتاپ رو با هم داشته باشیم. وسائل شیعه، حر عاملی، جلد 30، صفحه 258. اینجا دیروز ما آخرین مبحثمون بود که در اینجا میگوید که قاعده دهم اینه که میگه ما به طور قطع میدونیم، قطعا میدونیم که خیلی از راویان احادیثمون عمدن دروغ نمیبستن، راضی نمی شدن به دروغ گفتن در روایت حدیث. و اگر راوی باشه که ما ازش چیزی نمی دونیم، پس مادام که ما را به یک ثقه رسونده، به یک شخص ثقه می رسونه، خب در این طریق قرار دارد و ثقه هم داره این فردی که ما ازش نمی دونیم از یک انسانی که مورد اطمینان هست روایت می کنه، خب باز ازش قبول می کنیم. حالا علتش چی میگه که ما این سلسله سند رو نقل میکنیم؟ میگه دو چیز هست. اول اینکه برای تبرک هست، تبرک یعنی نمی به عنوان علم باشه بلکه تبرک هست. دوم، و دفع تعییر العام الشیعه به ان احادیثهم غیر معنعنه بل منقونه من اصول قدمائهم. و اینکه اهل سنت وقتی که امامیه را توبیخ می کردن، گفتن که شما
سندی ندارید، اصلی ندارید، بدین خاطر اینو ما ذکر میکنیم فقط برای این حرفی که اهل سنت، اتهامی که اهل سنت میزنه، توبیخی که اهل سنت به امامی وارد میکنه، میگم ما فقط سلسله سند رو نقل میکنیم. اما اینکه بخواهیم بگیم که این شخص ضعیف هست، این شخص ضعیف نیست، ثقه هست، فلان هست، میگه اینا اصلا نبایستی مورد بررسی قرار داد. علتش هم میگه که میگه این راه و روشی که الان متأخرین شیعه، علمای متأخر شیعه به دست آوردن و از اهل سنت دارن تقلید میکنند و از اصطلاحات به طور کلی این اصطلاحات اهل سنت هست دارن استفاده میکنن، میگه این راه و روش با طریقه قدمای شیعه، اوائل شیعه امامیه کلن تناقض داره. میگه چرا؟ میگه که خب اونها از اهل اسمت، یعنی از اهل بیت گرفتن، از ائمه گرفتن و ائمه هم امر کردن که از این روایت ها شما اطاعت کنید. 300 سال میگه که بدون وجود امام، 700 سال بدون وجود امام عمل کردن. یعنی زمانی که این شخص تا زمان قرن اگه هفتم باشه که به قول خودشون علامه حلی اومده، بعد میگه 300 سالش هم که با زمان ائمه بوده، یعنی 400 سال بدون سندی شیعر امامیه احادیث رو نقل میکردن. میگه این قدمای ما الان راه روش رو نادرست هست، در گمراهی هستن. میگه برخلاف اصطلاح جدید. خب بیم به مبحث بعدی که داریم در این مورد، که در مورد کتاب رجالی حتی شیعه، چون ما میدونیم اهل سنت کتاب های رجالی دارن، چندین کتاب رجالی هست که شما وقتی با مکتبه شامله میرید یک حدیثی را انتخاب میکنید، بعد میاد که در کدام کتاب رجالی شما میخواهید اینو مطرحش کنید. به عنوان مثال من الان در میتونیم صفحه لپتاپ رو با هم دیگه داشته باشیم، مثلا این مکتبه شامله هست، شما وقتی میرید برای سرچ کردن، از ابتداش بریم، اینجا میرید شما برای سرچ کردن، خب میاد در کتاب عقیده هست، بعد میاد تفاسیر، میاد متون احادیث، میاد بعد میاد الاجزاء الحدیثیه، بعد مخطوطات حدیثیه، شرع احادیث، میاد کتب تخریج و زوائد، کتب البانی، علل و سوالات، علوم حدیث میاد. نگاه کنید الان در علوم حدیث اینجا همه میاد مطرحش میکنه، بعد میاد تو فقه حنفی، فقه مالکی، کتب ابن چیزی هست. حالا در تاریخ میاد، تاریخ التراجم و طبقات، ببینیم که مثلا خودش چقدر کتاب هست در اینجا ذکر کرده. در اینجا این کتاب تاریخ و طبقات میاد، تو بحث انساب میاد، کتب اللغه میاره، اون چیزی که الان بحث ما هست. در بحث حدیث وقتی که ما نگاه میکنیم، بحث سیره داره میاد، کتاباشو میاره. در حدیث نکنید علوم حدیث مثلا میاره اینجا، همه اینجا کتابهایی که در علوم حدیث هست نقل میکنه، کتابهای بسیار زیادی است. خب حالا ببینیم، خب این مشهور هست دیگه، علمای بزرگ اهل سنت که نقد میکردن، رجال شناس بودند، خب مشهور هستن، ببینیم که و کتاب ها هم مشخص و واضح هست. اما ببینیم که الان وقتی که علمای شیعه این کتاب های حتی رجالی رو نوشتن، هدفشون چی بوده؟ هدف از تألیف این کتاب ها چی بوده؟ مباحثش رو خب من بله صفحه لپتاپ رو با هم داشته باشیم، میتونیم با هم دیگه ببینیم مبحث نکن. در فصل اول میاره، فصل چهارم، بعد
يكون در اینجا در حاشیه این کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الرجالیه شیخ محمد باقر ایروانی فصل چهارم میگه که در بعضی از کتب رجالی شیعه رجال کشی بعد رجال نجاشی میاره بعد میاره بحثایی که داره. خب حالا ببینیم که در رجال مثلا کجا شد این کتاب شیخ این رجال نجاشی مثلا ببینیم جا چی میگه. میگه رجال نجاشی تألیف فلان هست، معاصر شیخ طوسی بوده. میگه علت تألیف این کتاب چیه، برای چی، چه چیزایی رو در نظر در بر میگیره. اصحاب الکتب فقط، برای نویسندگان، لجمع اصحاب الکتب، مثل فهرست شیخ طوسی است. لا یذکر الا من له کتاب، کسی که کتابی داره، یعنی از علمای شیعه کسی مؤلف بوده اینجا یاد کرده. بعد میگه که یه امتیاز داره از فهرست شیخ طوسی به این که نجاشی در اینجا نویسندگان مؤلفین شیعه را مورد نقد و بررسی قرار میده، جرح و تعدیل درش هست که آیا این ثقه هست ثقه نیست. حالا جالب هست سبب تألیف نجاشی برای این کتابش چیه؟ چرا این کتاب رو نوشته؟ تعییر جماعت من المخالفین لشیعه به انه لا سلف لهم ولا مصنف. اهل سنت بهشون میگفتن که شما هیچ چیزی ندارید، اساسی ندارید، کتابی ندارید که اصلا این رجالتون رو رجال مذهبتون معرفی کنه، ببینم اینها درست هستن، همون عقیده داشتن نداشتن، هیچ نداشتن. ممنون اتاق فرمان. پس میبینیم که کلن تمام آنچه که نوشته شده مینوشتن همه به خاطر این بوده که خب اهل سنت این ویژگیشون بود، تمام روات رو مشخص کرده بودن، همه شناختشون دیروز توضیح دادیم، اما شیعه نداشتن. تا اینکه دیگه ناچارن اینو میان برای تألیف کردن. خب شخصیت مثلا نجاشی وقتی ما میبینیم این کتاب رجالی که فقط مصنفین اونهایی که تألیف میکردن، ببینیم در موسوعه معجم رجال حدیث خویی صفحه لپتاپ با هم دیگه ببینیم 685 شخصیت میگه که احمد ابن علی ابن احمد ابن العباس النجاشی که خودشو معرفی میکنه که میگه که متوفای سال 450 هست، 372 دنیا اومده، 450 هم فوت کرده، علامه هلی گفته. بعد خویی میگه که آن چیزی که علامه گفته در مورد وفات نجاشی درست نیست. چرا؟ زیرا که نجاشی در کتاب در ترجمه محمد ابن الحسن ابن حمزه جعفری ابو یعلا میگه که وفاتش در روز شنبه 16 رمضان 463 بود و چگونه اینجا خودش 450 فوت کرده. ممنون. خب بالاخره به عنوان یکی از شخصیت هایی است که اومده به عنوان حالا هم پدرش خودش محدثین و مشایخی که داشته ذکر شده. حالا این کتاب پس که نوشته هم نه به خاطر اینکه واقعا میخواستن که حق و تشخیص بدن، احادیث رو بخوان غربال کنن، فقط به خاطر اینکه اهل سنت بهشون میگفتن که شما در این مورد هیچ تألیفی ندارید، اومده یه چیز تألیف کرده، یه کتابی رو تألیف کرده، اون هم در مورد کی؟ مؤلفین شیعه، نه در روات شیعه. خب فرق هست بین روات تا مؤلف، مؤلف تا روات فرق میکنه، روات خیلی بیشتر هستن تا مؤلفین. فقط این میاد در مورد مؤلفین شیعه این کتابو نوشته. حالا اصطلاحاتی که در حدیث هست، بحثی مثلا میگن که ثقه، عدل،
حدیث صحیح، شرط شروطی داره، حدیث حسن و ضعیف و اینها. خب چه چیزی برش مترتب میشه؟ نتیجهش چیه؟ چرا این قواعد وقتی که شما گرفتید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شما این قواعدی، این اصطلاحاتی که هست، خب میتونید تشخیص بدید احادیثو، رواتو که شناختید میتونید، خب و متن حدیث هم که شناختید میتونید احادیثو غربال کنید و طبقه بندی کنید، بگید این حدیث صحیح هست، این حدیث حسن هست، این حدیث ضعیف هست، این حدیث موضوع هست، این حدیث به چه خاطر ضعیف شده، علتش این، بر اساس این اصطلاحات قوانینی که گذاشته میشه. اینجاست که شما دیگه غربال میکنید، احادیث صحیح و ضعیف رو کاملا هم تشخیص میدید. خب حر عاملی معتقد است که اگه ما بخوایم این قواعد حدیثی را به کار بگیریم، چیزی از احادیث شیعه نمیمونه، تموم شد. نه اکثرش، بیشترش، بلکه تمام روایت‌های شیعه رو باید کنار بذاریم، با این شرطی که شما برای حدیث صحیح قائل شدید. میگه این شرطی که شما قائل شدید نتیجه چیه؟ که هیچی، تموم شد. حدیثی برای ما نمیمونه. نکنید پس اینجا اعتراف میکنه که قاعده و قانونی در قبول حدیث نداشتن و ندارن. اگه بخوان این قواعد رو عملی کنن چیزی نمیمونه. خب میگه که هر عاملی میگوید در این مورد که این احادیث نتیجه چی میشه. ببینیم صفحه لپتاپ و وسائل شیعه داریم میبینیم، هر عاملی جلد 20 صفحه 101. ابتدا چی میگه؟ میگه که 13 اصطلاح جدید نتیجه چی میشه؟ این میشه که همه طائفه محققه یا محققه، حالا هر کدام باشه، در زمان ائمه علیه السلام و در زمان غیبت همه میگیم اینا اشتباه کردن، همه در اشتباه بودن، چه اونهایی که در زمان ائمه حضور داشتن، 11 امام که حضور داشتن، و یا در زمان غیبت. دقت کنید نتیجه میگه این استفاده از قانون که اهل سنت داشته در حدیث شناسی، اگه بخواد شیعه اومده اونو برداشته، متأخرین شیعه اومدن این قواعد، این قوانین در حدیث شناسی را کپی برداری کردن، اومدن در میخوان بر روی احادیث شیعه عملیش کنند، میگه که نتیجهش چی میشه؟ جمیع تخطئت جمیع، یعنی میگه که نتیجهش اینه که همه شیعه در زمان ائمه، در زمان غیبت اشتباه کردن، در اشتباه بودن. این یکی. بس اولین نتیجهش اینه که همه میگه علمای شیعه، نه علماشون، کل این طایفه، اصلا علمای محققین، اگه محققه بگیم منظور محققین، میاره 14 میگه که یستلزمو ضعف اكثر الاحاديث التي قد علم نقلها من الاصول المجمع عليها. نتیجه استفاده از این قانون، این اصطلاح حدیث شناسی چی میشه؟ که بیشتر احادیثی که از اصولی، از کتابهایی که برش اتفاق شده، قبول نکنیم، بگیم ضعیف هست. چرا؟ جالب هست ببینید، لاجل ضعف بعض رواتها، بخوند که بعض از رواتشون ضعیف هستن، یا به خاطر اینکه مجهول هستن، یا اینکه توثیق نشدن، در موردشون چیزی گفته نشده، نگفتن که این ثقه هست. فیکون تدوینها عبثا بل محرما. میگه که این قواعد و قوانین حدیثیش وقتی بنویسید کار بیوده، بلکه حرام هست که شما بیاد این اصطلاحات حدیثی اهل سنت رو بردارید بیارید بنویسید، اصلا حرام هست. و شهادتهم بصحتها زورا و کذبا، و بگن که بله
این قواعد و قوانین درست هست، این شهادت زور هست، این دروغ هست. و در نتیجه بار دیگه و یلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه ايضا كما تقدم. میگه وقتی شیعه اجماع کردن برای یک چیزی، یعنی اینکه معصوم هم در این اجماع هست، بس این قوانینی که شما به کار میبرید میگه که اجماعی هم نمیمونه. بعد خیلی جالب از ادامهش میگه که بل یستلزم ضعف الاحادیث کلها عند التحقیق، میگه که بلکه نتیجهش این است که همه احادیث شیعه ضعیف هست. اگه بخواهید قوانین و قواعد حدیث شناسی را بر احادیث کتب شیعه تطبیقش کنید، عملیش کنید، بذارید تو میزان این علوم، این اصطلاحات، میگه تمام احادیث ما ضعیف هست. عند التحقیق، بخوای خوب علمی بررسی کنی، یک حدیث صحیح هم نداریم. چرا؟ میگه لأن الصحیح عندهم، شیعه اومده برای خودش حدیث صحیح یک ضابطی قرار داده. میگه چی؟ ما رواه العدل الامامی الضابط فی جمیع طبقات. میگه که امامی که عادل باشه و ضابط باشه، یعنی اینکه نظر حفظ تمام باشه، اوکی باشه، در همه طبقات. خب حالا میگه علت چیه اگه بخوایم این قاعده رو؟ میگه که ولم ینسوا علی عدالت احد من الروات الا نادرا، زیرا که علمای شیعه بر عدالت کسی از روات صحبتی نکردن مگر خیلی کم، نادرن، خیلی کم. لم ینسو علا عدالت، اینجا بحث عدالت میاد دیگه، میگه عدالت، اما میگه که ما چیزی بر عدالت راوی صحبتی نداریم. و انما نسو علی التوثیق، بلکه صحبت از ثقه بودن، از مطمئن بودنشون هست. حالا میگه که فرق هست بین عدالت و ثقه بودن، عادل بودن و مطمئن بودن. میگه که توثیق، میگه که این انسان ثقه‌ای هست، مستلزم عدالت نیست، قطعا قطعا میگه به تحقیق حقیقتا اینگونه است. میگه و دعوا بعض المتأخرین ان الثقه بمعنى العدل الضابط ممنوعتون. یه بعضی از متأخرین ادعا کردن که ثقه به معنای عدل، عادل و ضابط هست، این ادعای ممنوع است، باطل هست. دلیل بیاره. چگونه؟ و هم مصرحون بخلافها، بلکه برخلاف این ادعای تو دارن حرف میزنن. چرا؟ میگه یوثقون او یوثقون من یعتقدون فسقه و کفره و فساد مذهبه. انسان هایی که فاسق هستن، کافر هستن، مذهبش فاسد هست، میگن که این ثقه هست، نگفتن که عادل هست. میگه که مراد از ثقه کسی است که به خبری که میده شما میتونی اطمینان کنی و دروغ نمیگوید. میگه بعد در دنبالش میگه من المعلوم، آنچه که در هر انسان منصف میتونه ببینه که ثقه تو جامع الفسق بل الكفر، ثقه هست اما فاسق هست، ممکن داره کافر باشه، ممنون تقبر ما. بعد میگه که اصحاب الاصطلاح الجدید، اینا که این اصطلاح جدید آوردن، در راوی اشتراط عدالت رو کردن، در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه تمام احادیث ما ضعیف خواهد بود، برای اینکه ما عدالت روات رو ازش علمی نداریم مگر خیلی کم. این صفحه لپتاپ ببینیم تا این دنباله این هم بخونیم. میگه کسانی که این اصطلاح جدید رو به وجود آوردن در راوی شرط عدالت رو کردن، نتیجهش چی میشه؟ اینه که جمیع احادیث ما ضعیف باشه، یک حدیث صحیح هم ما نخواهیم داشت. میگه به خاطر چی؟ ما در مورد عدالت اونها چیزی نمیدونیم مگر خیلی کم، نادر. ممنون تا فرمان. پس استفاده کردن از این اصطلاح، یعنی
قانون حدیث شناسی را میگه اگه ما بخوایم به کار ببریم، تمام روایت ها دیگه باطل میشه، تمام روایت ها باطل هست. خب بار دیگه همین بحث رو اگه ما داشته باشیم که شرط این صفحه لپتاپ رو داشته باشیم، با آن که خوندیم نمیگه که قاعده 14 هم بارده نقل میکنه که نتیجه چی میشه، که تمام اکثر احادیثی که ما نقل کردیم ضعیف میشه، چون اینجا این چیزی که خوندیم در همینجا هست که همینجا الان خوندیم. خب ممنون، این بحثی که داشتیم ممنون تا فرمان. اینجا بار دیگه تاکید میکنه در جلد 30 صفحه 260 به همین قضیه، بار دیگه بر قضیه این که نبایستی از این قانون حدیث شناسی استفاده کرد، نمیشه دیگه بهش اطمینانی کرد، نمیشه این قاعده و این قانون به کار برد، زیرا نتیجهش خیلی وخیم و خطرناک است و هیچ حدیثی دیگه برای شیعه امامیه نمیمونه. و جالب هست که گفتیم که بنا به اعتراف حرامیدی میگه که ثقه دونستن رواد به معنای عدالتش نیست و هیچ، حتی این ثقه دونستن که ثقه هست میگه که هیچ اعتباری نداره، زیرا میگی ثقه هست اما امکان داره کافر باشه، اصلا شیعه دوازده امامی نباشه. خب خیلی از روات شیعه روات چیز هستن توقف کردن دیگه، بعد از حضرت مثلا موسای کاظم دیگه باقی رو قبول ندارن، یا بعدی که میاد به همین صورت واقفیه هستن، اما از اونها روایت میکنن، با اینکه امام و امام بعد رو تکفیر کردن قبول ندارند، اما روایت از امام بعدی هم دارن. خب اینجاست که این حتی ثقه دونستن هم که بگن که ثقه هست هیچ اعتباری نداره، اعتباری نداره. مجلسی هم در کتاب خودش بهار الانوار ببینیم جلد 85 صفحه 32 میاره میگه که در تعریف عدالت چی میگن، میگه ثم معلم ان المتأخرین من علمائنا اعتبروا فی العدالة الملكة، که عدالت چیه؟ یک ملکه ای هست. این ملکه چیه؟ میگه صفتون راسختون فی النفسی تبعثو على ملازمت التقوی والمروعه، صفتیست که در نفس انسان رسوخ کرده، پایدار هست که انسانو وادار میکند به ملازمت تقوی و مروعت، و مروعت نمیشتلا مروعت، یعنی این صفت میگه این عدالت هست. میگه که ولم اجد حافی النصوص، ما اینو در جای نمیبینیم، در نصوص علمای گذشته ما نمیبینیم، این علمای متأخرین نگفتن. ولا فی کلام من تقدم علی العلامه من علمائنا، و همچنین علمای قبل از علامه حلی هم ما در مورد عدالت این تعریفی کردن ما نمیبینیم. ولا وجه لاعتبارها، نیازی نیست، نمیشه معتبر دونست عدالت، این شرطی که شما آوردید برای در راوی ممنون تا فرمان که بعد راوی عادل باشه، میگه این شرط بیهوده است. دقت کن چرا؟ اما بوده گفت که نتیجهش این میشه که ما هیچ حدیث صحیح نداشته باشیم، هیچ حدیث صحیح نداریم، در نتیجه میبینیم که وقتی اونجا میگفت که
روش متقدمین ما باید بگیریم، نه روش متأخرین که اومدن این اصطلاحات حدیثی رو قبول کنند. چرا؟ میگه که چون گذشتگان ما حتی احادیثی که میدونستن ضعیف هست، درش مجهول هست، نقل میکردن. حالا اگه ما بیاییم این اصطلاحات رو به کار ببریم، خب باید این روایت ها، این کتاب ها، این مؤلفین همه زیر سوال میرن دیگه. خیلی عجیب هستا. میدونستن که این راوی ضعیف هست و روایت این راوی ضعیف برخلاف راوی ثقه هست، اما باز قبول میکردن. ببینیم چی میگه. کتاب صفحه لپتاپ داشته باشیم، وسائل شیعه، حر عاملی، جلد 3، صفحه 256. الثامن، هشتم، میگه رئیس الطائفه الطوسی میگه در کتاب الاخبار و همچنین غیر او از علمای ما، تا زمانی که این اصطلاح جدید رو به وجود آوردن، بل بعده کثیرا، حتی خیلی بعد از این اصطلاح جدید که حدیث رو تقسیم میکردن و گفتن حدیث صحیح این هست، شرط شروطش اینه که ما كثيرا ما يطرحون، بل بعده كثيرا ما يطرحون الاحاديث الصحيحه عند المتاخرين. خیلی از احادیثی که بر اساس اصطلاح متاخرین صحیح است، این احادیث رها میکردن، طرح مینداختنش. و يعملون بالاحاديث ضعيفه على اصطلاحهم، و به احادیثی که به اصطلاح متاخرین ضعیف است عمل میکردن. و جالب هست، و کثیرا ما یعتمدون على طرق ضعیفه، خیلی وقتها بر راه هایی که ضعیف هست، روات ضعیف هستن، اعتماد دارن، عمل میکنن، نقل میکنن. مع تمکنهم من طرق اخرى صحیحه، با اینکه میتونستن از رواتی که و راه هایی که صحیح هست استفاده کنن، اما احادیث ضعیف می گرفتن، احادیث صحیح رو ترک می کردن، کما صرح به صاحب المنتقى و غیره. خب ممنون فتاوا. ما میدونیم غالبا علت چیه؟ اینه که هر جا احادیثی که صحیح است، مطابق اهل سنت هست، این احادیث اهل سنت هست، این حدیث رو ترک می کردن. حدیثی که ضد این هست و خلاف اهل سنت هست، به اون احادیث ضعیف عمل می کردن دیگه. این قاعده کلیشونه دیگه، که باید با اهل سنت مخالفت کنید. خب پس با اینکه میدونستن حدیث صحیح هست، بهش عمل نمیکردن. میدونستن که ضعیف هست، اما به حدیث ضعیف عمل میکردن. یعنی اینکه پس هیچ معیاری نیست، هیچ قانونی نیست، ضابطه‌ای در اینجا وجود نداره. ضابطه در اینجا چیه؟ مخالفت با اهل سنت. یعنی هر چیزی که بر اگه موافق روایتاشون اهل سنت بود، اینو میگن ضعیف هست یا امام تقیه کرده. این شما دائما میشنوید دیگه. و اگر حدیثی ضعیف میاد و که بر خلاف روایت صحیحشون هست که مطابق اهل سنت است، اون روایت ضعیف رو قبول میکردن. خب اینجاست که حر عاملی بار دیگه در مورد شیخ طوسی که به عنوان شیخ طائفه شناخته میشه، شیخ طوسی را این حمله ای بهش داره در وسایل شیعه هست، جلد 20 صفحه 인제스 که در مورد خیلی جالب هست. این صفحه لپتاپ داشته باشه، میگه که فإن قلت إن الشيخ كثيرا ما يضعف الحديث معللا بأن راويه ضعيف. خیلی وقتا حدیث رو تضعیف میکنه به خاطر اینکه میگه روایت ضعیف است، راوی ضعیف است، و همچنین نتیجهش میشه که
بحث از احوال الرجال بیهوده میشه. بعد میگه که اما اعتراض اول که داری که در مورد که گاگای حدیث خیلی وقت هاست که شیخ طوسی حدیث رو ضعیف میکنه، میگه چون راوی ضعیف هست، میگه اما تضعیف الشیخ بعض الاحادیث بضعف راویه فهو تضعیف غیر حقیقی. جالب هست، حتی شیخ طوسی میگه وقتی یک جای حدیث را ضعیف میشمارد و میگه که به خاطر اینکه راویش ضعیف هست، این ضعیف دونستنش حقیقی نیست، حقیقی نیست. میگه چرا؟ میگه این در ظاهر تضعیف میکنه، تضعیف ظاهر و مثله کثیر من تعلیلاتی، خیلی وقتا این چیزا میگه. بعد میگه که و الشیخ مطالب بدلیل ما ذکره ان کان یرید بالتعلیل حقیقته و عذره، اگه واقعا میخواد تضعیف کرده دلیل بعد علتش داره. میگه ما ذکره فی اول التهذیب من رجوع بعض الشیعه عن التشیع بسبب اختلاف الحدیث، میگه که بعض الشیعه از تشیع برگشتن به خاطر اینکه احادیثی که نقل میکنن خیلی با هم تضاد دارن، به خاطر اختلاف احادیث است. میگه که فهو كثيرا ما يرجح بترجيحات العامه على ان الاقرب هناك ان مراده انه ضعيف بالنسبه الى قوه معارضه لا ضعيف في نفسه. میگه خیلی وقت هاست که شیخ طوسی آرای اهل سنت رو انتخاب میکنه و این ضعیفی که میشه میگه که حدیث خودمون ضعیف هست به خاطر اینکه معارضش قوی تر هست، نه اینکه این حدیث واقعا حدیث ضعیفی است. دقت کنید چگونه، چون خود مجلسی هم در مرقات الوصولش، مرقات الوصولش میگه که چیم وقتی که در ابتدای کتاب میاره صفحه 30 هست 33 هست مقدمه کتابش، میگه که همه اون چیزی که در کتابای ما نقل شده صحیح هست. حالا اگه ما دسته‌بندی میکنیم، طبقه بندی میکنیم احادیث و یه درجاتی میدیم، میگیم که حسن و ضعیف و صحیح و موثق و فلان، اینا فقط به خاطر اینه که در موقعی که با هم تعارض داشته باشیم بتونیم قویتر رو قبول کنیم، انتخاب کنیم، نه اینکه اینها ضعیف هستن، در نفس خود ضعیف نیستن. اینجا هم داره حر عاملی در مورد کاری که شیخ طوسی میکنه که میگه اینجا ضعیف هست، میگه به خاطر قوت و معارضه لا ضعیف فی نفسه، لا ضعف فی نفسه، نمیخواد اینکه واقعا در نفس خودش این حدیث ضعیف هست، بلکه به خاطر اون حدیثی که اومده و معارض این هست این قوی تر هست. پس چیزی به عنوان حدیث ضعیف در نزد علمای امامیه وجود نداره، تمام احادیث صحیح هست. و اونطور که حر عاملی و باقی گفتن، خب تا قبل از شیخ علامه حلی مثلا به طور داره میگه که این اصطلاحات رو ازش استفاده کردن، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه که تمام احادیث ضعیف باشه، همه اشتباه کردن، حتی در زمان ائمه. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله، خیلی ممنون، بفرمایید. ما خوب دوستت داریم. خیلی ممنون، خدا حفظتون کنه. برنامه‌تون خیلی عالیه، ممنون، خدا حفظتون. خواهش میکنم، خدا حافظ شما، خدا حفظتون کنه. خب، پیام های بینندگان رو داشته باشیم. یکی داره میگه که سوالشون اینه که عمر جانشین ابوبکر بود، چه کسی انتخابش کرد، مردم یا ابوبکر؟ نکنید ابوبکر در ابتدا امور رو به مردم بازگردوندن. و بعد مردم از ابوبکر خواستن که خودت شخصی رو معرفی کن. ابوبکر عمر را انتخاب میکنه، پیشنهادش عمر هست، مردم هم قبول میکنن. یعنی کاندیدی پیشنهادی ابوبکر عمر بود، مردم هم قبول کردن، باش بیعت کردن. برمیگرده بار دیگه به انتخاب مردم بود دیگه، گفتن که تو انتخاب کن، پیشنهاد بده ببینیم. ابوبکر تنها یه نفر رو انتخاب میکنه، از دید اون عمر به عنوان اصلح ترین شخصیت هست که میتونه
امور جامعه اسلامی رو به دست بگیره. پیشنهاد میده، مردم باش بیعت میکنن، چون بالاخره مردم انتخاب میکنن. حالا اینجا مردم حقشون دادن به ابوبکر، ابوبکر انتخاب کرد، پیشنهاد داد و مردم بهش بیعت کردن. بالاخره این حکومت خلافت حق مردم هست. اینکه بایستی حاکم باشد هیچ شکی نیست در بین بشر کلا. جامعه بدون حاکم اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره هیچ کدوم. هر کی مؤمن باشه، کافر باشه، دین داشته باشه، دین نداشته، میگه که باید یک حاکم باشه، دولت باید باشه. حالا میمونه که آیا این حق مردم هست اونگونه که اهل سنت میگوین، یا اینکه نه، مردم هیچ حقی ندارن و خداوند یه فردی را انتخاب میکنه. خب الان تکلیف مردم چیه؟ با خب امام وجود نداره دیگه، عملا در میان ما حضوری نداره. حالا زنده هم باشه طور که شما ادعا میکنید، امام زنده باشه و الان در میان ما عملا حضوری نداره. و کسانی هم که جامعه امامیه را اداره میکنند امام نیست که. خب علمای شیعه هستن. الان در ایران شما آیا میتونید بگید که امام داره حکومت میکنه؟ خب بس خیلی افتضاح میشه. با این همه مشکلاتی که در جامعه هست، کمبودایی که هست، فسادی که هست، اختلاس و رشوه و هر چی بگیم، ظلمی که هست، آیا واقعا این امام داره این گونه اداره میکنه؟ خب ائمه شما میگید برای عدالت، انبیا اومدن که عدالت رو رعایت کنند. شما میگید که اینها از ائمه هم، ائمه از انبیا هم بالاتر هستند. خب وقتی که امام، اگه شما بگید که الان امام داره ایران اداره میکنه، خیلی افتضاح هست، خیلی افتضاح هست که امام داره این همه فساد میکنه. یعنی اینکه خب فرقش با یک حکومت جاهلی غیر اسلامی چی میشه؟ با یک حکومت دیکتاتوری چی میشه؟ شما حالا بگید باشه ما سلمنا جدلن، جدلن با شما قبول کردیم، آه درسته، شما میگید حکومت باید امام زمان، امام باشه و منصوب من عند الله. خب از 260 سال تکلیف ملت چیه؟ از 260 هجری، از قرن سوم، تکلیف مردم چیه؟ تو الان مردم حکومت داشتن، ولی کو اون امام که بیاد؟ حتی حکومت‌های شیعه که حکومت داشتن، آلی بویه بودن، اونا که خود را فاطمی، عبیدی‌ها معرفی می‌کردن، بعد صفوی‌ها اومدن، بعد امام زمان هیچ حضوری نداشت در اینجا. چرا باید مردم حکومت کنن به اسم امام زمان؟ خب امام زمان که تعیین نکرد، امام باید خودش باشه، بس فرق نمی‌کنه. برمیگرد بار دیگه به انتخاب مردم. الان هم انتخاب مردم هست، چه اون ولی فقیه انتخاب مردم هست، چه رئیس جمهور بار دیگه انتخاب مردم هست. بالاخره به همون شکلی که اهل سنت میگه. میگه که بیننده عزیز، شما نمیدونم چرا نسبت حضرت علی اینقدر، یعنی من دارم میگم بیننده، کمی شما در حق حضرت علی در حکومت داریشون جفا میکنید واقعا. نه، حضرت علی رضی الله عنه حکیم بودن، ولی گفتم شرایط تو فتنه فرق میکنه. نه اینکه اصلا دیگه شایستگی حکومت داشت نداشتن. حضرت علی شایسته بودن، انتخاب اصحاب بود دیگه، ولی خب شرایط ایجاد نمی، اون چیزی که میخواست نمیتونه. و اینجا هم واقعا حضرت علی درست داره میگه، میگه من بیام شما را زندانی کنم، بزنم، تعداد زیادی هستن، نتایج بدی هم خواهد داشت. حضرت علی دیگه حتی این سخن اگه درست باشه، من نمیدونم الان این صحت این سخن که حضرت علی گفته که من درد شما رو میدونم، دوای شما رو هم میدونم، دواتون
ولی من نمیخوام آخرت خودمو خراب کنم که شما را علاج کنم. نتیجه چی میشد واقعا اگر اینها چون خب قوائل داشتن، درد و سرها داشت دیگه. بعد از اون میدونستن خوب، خب اینها هم قوائلی دارن، در میان افراد این قبائل افرادی هستن که هنوز اون روح جاهلیت امکان داره توشون باشه، جبهه گیری کنن در برابر حضرت علی. نمیتونه حضرت علی رضی الله عنه، بخصوص در این شرایطی که شرایط فتنه بود. در تاریخ گاهی کلام یک نفر سند تاریخی است، مثلا حضرت علی هنگامی که مردم و خواص او را به عنوان خلیفه انتخاب کردند، ایشان خودشان گفتند من وزیر باشم بهتر است تا خلیفه باشم. اگر علی را راستگو بدانیم، یعنی بر اساس اعتقاد شیعه دوست عزیزمون، یعنی میگه که حالا یا بگید که در اینجا حضرت علی صادق بوده یا تقیه کرده. اگه صادق بوده در اینجا نگفت که من شایستگی خلافت را دارم، از ابوبکر و عمر و عثمان ویژگی‌های بالاتری برای خلیفه شدن دارم. هیچ وقت حضرت علی، بله حرفتون درسته، هیچ وقت این ادعا رو نکردن. بعد میگه که رهبر انقلاب الان هم در مجلس خبرگان گفت باید برای ملتی که من رهبرش باشم خون گریه کرد، و ما در عمل هم دیدیم که باید برای ملت ایران خون گریه کرد، و راست هم گفت. اما در مورد حضرت علی رضی الله عنه، نه من با شما موافق نیستم. خب حضرت اینجا این میشه ما به عنوان یک سندی قرار بدیم، برای اینکه امامت من عند الله نبود. اگه امام من عند الله هست چطوری میاد مثلا میگه که برید کسی دیگر را انتخاب کنید؟ امام من عند الله که دیگه نمیتونه اینو بگه، به اختیار مردم نیست. نمیتونه به مردم میگه که شما اختیار دارید برید هر کی میخواد انتخاب کنید، اون وظیفش هست، خدا اونو انتخاب کرده. مثل که شما به یه نبی بگید که آلا برید کسی دیگه میخواید به عنوان نبی خودتون انتخاب کنید. این مقام از طرف خداست، نمیتونه کسی که انتخاب شده بگید برید نه من نمیخوام، شما برید. مگه حق مردم هست؟ مگه حق خودت هست؟ شما میگید که من عند الله هست، تموم شد. وقتی من عند الله شد دیگه نه علی حقی داره حرفی بزنه و نه مردم. علی باید اطاعت کند، اجرا کند فقط. مگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونست چیزی از قرآن، از وحی دستکاری کند؟ ابلاغ میکرد دیگه. شما میگید امام من عند الله هست، معصوم هست، هیچ اشتباهی نمیکنه از بد و تولد تا مرگش. خب چطوری میاد به مردم میگه حالا برید خودتون؟ بعد میاد توجیه میکنه میگه نه میخواستن، اینطور که در نامه میاند که به معاویه نوشت، میگفت که میخواست اون چیزی که معاویه اعتقاد داشت، یعنی معاویه اعتقاد به شورا داشت که اصحاب انتخاب کردن، علی هم بر این اساس نامه نوشت. عجیب هست. چرا تو نهایی بگی آقا این حق خداست به من داده؟ مردم تا یارانتم بدونن، اونایی که در اطراف شما بودن، حتی در لشکر معاویه که بودن، وقتی مثلا حق خدایی است تموم شد. انسان صالح مؤمن کم نداشتن، ولی چرا حضرت علی میاد از یک قضیه که خودش بهش ایمان نداره، باور نداره، استدلال میکنه؟ میگه اینهایی که ابوبکر و عمر انتخاب کردن منو انتخاب کردن، یعنی داره مشروعیت میده دیگه. بله، چهار کتاب سنن بعد از بخاری رو از لحاظ اعتبار به ترتیب نام ببرید، بگید در این چهار کتاب چی میزان حدیث وجود داره. انشالله چشم، حتما، چون سوال ها زیاد هست توضیح بیشتر خواهیم داد. در این هر چهار کتاب سنن ترجمه و چاپ شده. آیات 26 و 27 سوره مبارکه اسراء. اما قبل از این که به آیه سوره مبارکه اسراء پردازیم، دیروز یک سوالی بود، هم سوال خودتون مصد، یک سوره مبارکه مائده که یا ایها الذين امنوا لا تسالوا عن شيء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنه حين ينزل القران تبدل لكم عفى الله عنها ان الله غفور رحيم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. این استدلال گفتید که در یکی از برنامه‌ها یکی از کارشناسان شبکه گفته که در مورد
زنا هست. نگاه کنید، خب این یکی از مصادیقش رو ذکر کرده، یکی از مصادیقش که در کتابای تفسیر نقل شده که یکی بلند شد گفت که عبدالله بن حذافه السهمی گفت که یا رسول الله این سوال ها میکردن، یعنی درجات، خب گفتن که یا رسول الله پدر من، که گفت پدرت حذافه هست، بعد مادرش بهش گفت که فرزندی بدتر از تو من دیدم؟ حالا به فرض این که من در جاهلیت قبل از اسلام مرتکب یک گناه زنا شده باشم، تو میایی مادر خودتو در ملأ عام رسوا میکنی؟ این یکی از مصادیق این قضیه هست که مثلا سوالهایی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردن در این مورد. ولی روح آیه این گونه هست که میگه که ان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم عفا الله عنها، که شما از چیزهای سوال میکنید که وقتی قرآن نازل میشود، یعنی در زمان نزول وحی هست، حیات رسول الله است، چیزهای سوال میکنید، خداوند که فراموش نکرده، خدا نزول رحمتش این قضیه را رها کرده، سوال نکنید، بر خودتون فرض نکنید که آشکار بشود، حکمش بیاد، باعث دردسر شما میشه. همطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ایها الناس، خداوند حج را بر شما فرض کرده. یکی بلند شد که یا رسول الله آیا هر سال؟ فرمودند که نه، یک بار در عمر، و اگر خدا بر شما فرض کند هر در طول هر سال نمیتونید، دچار مشقت میشید، آنچه که خدا بهتون دستور داده انجام بدید، هی نگید که این چگونه است، اون چگونه است، اگه این کار کردیم چی میشه، نکردیم چی میشه، دستوری که خدا بهت داده انجام بده. قد سألها قوم من قبلكم، کسانی که قبل از شما بودن همین کارا رو میکردن. پس صحبت از این نیست که حالا مسئله اینه که طرف سوال کرده از اینکه پدرش کیه، یا اونجا در همون روایت میگه که یکی گفت که پدر من کجاست، که رسول فرمود که پدر در آتش هست، قبل از اسلام فوت کرده. خب اینها یک نوع مصادیق کوچیکی از این قضیه هستن، اما موضوع خیلی بزرگتر و مهمتر هست، چون آیه رو شما بخونید مشخص میشه که یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدا لكم، از این چیزی که خدا سکوت کرده براتون نگفته، توضیحات نداده، مثلا چیزی که انسان نباید قیل و قال، گفتیم رسول الله کثرت السؤال، آقا یکی میاد سوال میکنه آقا این درختی که خدا منع کرد آدم نخوره چیه؟ خب قرآن ذکر نکرده، تو چرا سوال میکنی؟ سوال نکن. اگه درش مسئله بود، منفعتی بود، خیری بود، خدا بیان میکردن. این سوال ها انسان های عجیب و غریب زیاد هستن. میگه که من پیش حسن بصری فکر کنم، گفت که اسم همسر ابلیس چیه؟ گفت والا تو این عقدش من شرکت نکردم، شاهد عقدم نبودم که بدونم که اسم همسرش چیه. خب این چه سوالیست که انسان بکنه؟ به همین صورت خیلی مسائل هست که میخوان همیشه این قضیه رو بگن که چگونه هست، چی شده، رنگش چی بود، صفتش چگونه بود. سوال نکن. اون چیزی که خدا فرموده، لب آن چیزی، درسی که تو باید بگیری، خدا برات بیان کرده، راه را داره نشونت میده، دیگه هی نرو تو جزئیات، این جزئیات تو رو سرگردان میکنه. اما سوره مبارکه اسراء، من این از قرآن استفاده کنم راحت تر هست تا استفاده از چیزمون. سوره مبارکه اسراء آیه چند فرموده بودید که 26 و 27، 26 و 27 و آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، میگه به خیشاوندت و مسکین و ابن السبیل مسافر حقشو ادا کن و تبذیر نکن، ولا تبذر تبذیرا. صفحه لپتاپ داشته باشیم. این دو آیه که بیننده عزیزم سوال کردن، 26 و 27، ذل قربانی خیشاوند خودت، منظور از خیشاوند رسول الله نیست که،
ذل قربا خیشاوند خودت چون در ابتدا صحبت هست کی میشه؟ پدر و مادر هست. الا تعبدوا الا ایه و بالوالدین احسانا. بعد از والدین میاد صحبت از خیشاوندان باقی میکنه، خیشاوندان درجه یک، که حالا برادر باشه، خواهر باشه، فرزندان اینها، عمه باشه، خاله باشه، عمو، دایی، فرزندانشون. میگه اون حقی که خیشاوند دارن ادا کن. این چه حق معنوی باشه چه حق مادی باشه، میگه حق خیشاوند تو ادا کن. لکن دائره رو چگونه اسلام قرار داده؟ اول پدر و مادر، بعد سایر خیشاوندانتون، و بعد اونهایی که مسکین هستن، مسافرین. بعد میگه زیاده روی نکن، ولا تو بذر تبذیرا. در ادای حقوق زیاده روی نکن، بیش از حد دیگه دستتو باز نکن. چون ادامه آیه میگه که چرا، میگه که علتش اینه که مبذرین برادران شیطان هستن. و کان شیطان لربی کفورا. انسان هم شیطان ناشکر هست. اینکه انسان شیطان چرا اینجا خداوند فرموده کسی که مبذر ممنون تقبرمون برادران شیاطین هستن، چون شیطان همیشه هدفش و قصدش اینه که انسانو به هر نحوی شده از راه مستقیم دور کند. پخش، تبذیر یعنی پخش کردن، اصلش از بدر پاشیدن است. خب وقتی بذر میپاشی یک جای زیاد هست یک جای کم هست، به عدالت، عدالت رعایت نکردن، در اینجا خداوند فرمودن که مبذر هست. شیطان یه وقت از عدالت خوشش نمیاد در امور، از اینکه انسان بر روی یک خط مستقیم، یک راه درستی باشه، دچار عواطف و احساسات نشدن. به یکی زیادی میده، به یکی کم میدهد، یکی محبت زیادی داره، یکی محبتش کم هست، بر اساس چیه؟ هوا و هوس، عواطف و احساسات. میگه اینگونه نباش. این حالت شیطان صفتی است. اعتدال رعایت نکردن در امور میگه این شیطان صفتی است. یا در محبت انسان زیاده روی میکنه یا در بغض زیاده روی میکنه، این شیطان صفتی است. عدالت همیشه رعایت کردن چیزی که خدا بهش امر کرده. خب چون که دیگه تکرار برنامه، والا اتاق فرمان میدونه، من نمیدونم کیه این چیز. یکی از اصلی ترین منابع روایی شیعه کتاب سلیم ابن قیس هلالی است که بنده در تاریخ اثری از وجود او را در هیچ کتاب تاریخی و روایی و حدیثی نیافتم، غیر از اون که در کتاب منصوب به خودش قید شده، ولی نجاشی و کشی او را توثیق کردند. آیا این توثیق ارزش دانشمندی دانشنامه این رجالی را پایین نمی‌آورد؟ آیا ممکن است فردی تا این درجه وجاهت و وثاقت داشته باشد اما در هیچ کتاب تاریخی و حدیثی اثری از او نباشد؟ یک شخصی مجهول است. نگاه کنید، یکی از دیروز یادتون هست سخن شیخ الاسلام تیمیه خوندیم که اهل علم، اهل سنت میان هر آنچه که حالا چه به نفع خودش باشه چه به ضرر خودش باشه همه را نقل میکنن. خب نگاه کنید شخصیت هایی که اهل سنت میارن، هر شخصیتی که علمی بوده، بارز بوده، اهل سنت آوردن، هر گونه‌ای که بودن. یعنی اگر در اون طایفه خودشون، در مذهب خودشون، در دین خودشون سرآمد بودن، همونو میگفتن. گفتیم که مثلا در مورد کلینی چی گفت، خیلی جالب هست. در مورد کلینی میاد صحبتشون میکنه امام ذهبی رحمت الله علیه. خب این شخصت اون گونه که هست معرفی میکنه. یا در مورد حلی صحبت میکنن، اون شخصیت رو اون گونه که هست معرفیش میکنن. شما اگر در کتب اهل سنت این شخصیت ها رو نیافتید، بدونید که وجود نداره، بدونید که وجودی نداره. این از ویژگی‌های اهل سنت است. همه را ذکر کردن، همه رو ذکر میکنن. اون شخصیت هایی که در جامعه بودن، بارز بودن، خب اینها روایت میکردن حدیثو،
در تاریخ مثلا اگه داشتن روایت میکردن. خب اینها همه اهل سنت آوردن شخصیت ها رو معرفی کردن، چون بحث حفظ دین بوده دیگه. وقتی حفظ دین هست خب همه رو میارن دیگه، نمیگن که این شیعه هست این سنی هست، ما فقط اهل سنت رو ذکر میکنیم، یا نه برعکس اهل سنت همه را یاد میکنن، تا این شخصیت ها در جامعه که حضور داشتن همه شناخته بشن. من الان میخوام در مورد همون صحبت امام ذهبی رحمت الله علیه در مورد کلینی وقتی که اونو معرفی میکنه، چون من اینجا ضبطش کرده بودم، که این شخصیت رو معرفی میکنه. و حالا من میخواستم، جالب است که بگم که بعدن این حتی این کتاب کافی که به کلینی نسبت داده شده هم در نسبتش یک بحثی است. کسی نگاه کنید اینجا مثلا میگه که الکلینی، دقت کنید، مصداقیت اهل سنت، شیخ الشیعه و عالم الامامیه صاحب التصانیف. دقت کنید، این گونه که حس معرفیش میکنه، شیخ الشیعه و عالم الامامیه صاحب التصانیف، معرفیش میکنه. ممنون تاق فرمون. حالا اگر ما یه شخصیتی داشته باشیم که وجود نداره، خب مثلا من وارد میکنم سلیم ابن قیس الهلالی، وقتی که اگه اهل سنت اونها را معرفی کردند، خب نگاه کنید، سلیم بن قیس کی اینو معرفی کرده؟ مثلا زرقلی هست، هیچ کدام از قدمای اهل سنت اینو معرفی نکردن. خب نمیش این کتاب مثلا اگه ببینیم به ما چیزو میده، شناسنامه کتابو، بله نگاه کنید، با اینکه وقت برنامه هم تموم هست. خیرالدین ابن محمود ابن محمد ابن علی ابن فارس متوفا 1396 هجری، الان 1440 خورده ای هستیم، یعنی بگیم که 50 سال قبل فوت کرده. پس این از قدمای اهل سنت نیست الاعلام وقتی که زرقلی رو ذکر میکنه. خب زرقلی رو میاره، سلیم ابن قیس هلالی عامری کوفی از اوائل مصنفین در اسلام، از اصحاب امام علی بوده، در کوفه زندگی کرده، فلان اون چیزا که شیعه میگه. فمات عنده له کتاب السقیفه باسم کتاب سلیم دیوان و هو من الاصول، که شیعه به اون برمیگردد، که جعفر صادق گفته که هر کس این کتاب نداشته باشه نداریم. خب از کجا گرفته؟ از کتاب شیعه نقل کرده. دقت کنید، این ممنوع تفرمان، یعنی هیچ کدام از قدمای اهل سنت، ابن حجر باشه، ذهبی باشه، بینید که مزی باشه، یحیی ابن معین باشه، فلان فلان، این شخصیت ها بزرگ، امام احمد یا ابن عدی باشه، ابن ابی حاتم باشه، این شخصیت های بزرگی که در رجال شناس بودن، اتاق فرمان معذرت میخوام 5 دقیقه از برنامه تموم شده، ما هیچ کدام این شخصیت رو معرفی نکردن، یعنی وجود حقیقی نداره، وجود حقیقی نداره در کتب اهل سنت. الان زرقلی وقتی نقل کرد، دیدیم که از کتابای شیعه داره نقل میکنه، زرقلی داره نقل میکنه از کتابای شیعه که این شخصیت وجود داره، در مورد اعلام که وجود داشتن. خب معذرت میخوام از بینندگان و همچنین اتاق فرمان که 5-6 دقیقه هم به ما وقت بیشتر دادن، فکر کنم که دیگه هم مبحثمون مونده، اگه خدا توفیق داد فردا موضوع رو با هم دیگه کامل خواهیم کرد. و بینندگان عزیزم که نتونستیم سوالاشون جواب بدیم، معذرت میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.